تشکر تشکر. به نام یاد خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما خوبان، مهربانان، عزیزان و مردم دوست داشتنی افغانستان در هر گوشه و کنار که هستین و می لحظه مستطیل طلوع را می بینین در برنامه سراچه را. من فرهاد رامکیستم و انشالله که جمعه را تا این دم بخیر سپری کرده باشین در برنامه را تا آخرین دقایق ببینین. ولی دوستا تشکر میکنم از دوستای ما که در استودیو تشریف آوردن، خانه تک تک شان آباد. در مورد مهمان ما بسته تصویری آماده است، با هم دیگه یک جا تماشا میکنیم، برمیگردیم. محمد ناصر نوری در سال 1354 هجری شمسی در قریه کمری ولسوالی بکرامی ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و ورزش دوست چشم به جهان گشود. او در سال 1374 هجری شمسی از لیسه عالی نادریه با درجه عالی فارغ التحصیل شد. در سال 1383 هجری شمسی تجارت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و اکنون صاحب یک شرکت تجارتی و لوجستیکی است. علاقمندی او به ورزش همچنان پایدار است و از سال 1370 تا کنون در رشته والیبال فعال بوده است. آقای نوری در موقف‌های مختلف فدراسیون والیبال افغانستان نیز فعالیت داشته است. امشب افتخار داریم که آقای نوری را به عنوان مهمان برنامه سراچه دعوت کنیم و با او درباره چالش‌ها و تجربیات زندگیش صحبت کنیم. بله عزیزم، قسمی که شما در وسیله تصویری با هم یک جا دیدیم، مهمان امشب ما جناب محمد ناصر نوری، معاون سکرتر جنرال والیبال افغانستان هستند. جناب نوری صاحب بفرمایید. بخیر باشه. شکر. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلامت. بخیر هستید؟ بفرمایید. بفرمایید. شکر سر. شما خوب هستین؟ بخیر و سلامت باشین. انشاءالله ما خوب هستیم. انشاءالله که همه دوستا و همکارا و تماشاچیان عزیز حاضرین در تالار همه خوب باشند و همه مردم افغانستان و یک سلام برم به تمام مسلمانان جهان و خصوص برای مردم افغانستان طلوع و طلوع نیوز و برای خود شما انشاءالله. بخیر باشین، زنده باشین. شما از جمع چهره هایستین که در فدراسیون والیبال افغانستان زیاد کار کردین و در موقف های مختلف کار کردین. اول بیاین شروع کنیم که از کجا تا امروز که شما معاون سکرتر جنرال هستید از کجا شروع کردید که رسیدید؟ از شروعی که کرده بودم البته میخواستم که در ورزش کار بکنم. یک تیم والیبال داشتم، یک تیم والیبال که هم به نام جهان سپورت بود که افتخارات خوبی بر افغانستان داشتن. بالاخره با مشوره همه دوستا آمدیم به فدراسیون. فدراسیون در قدر در شروع اول به مشاور فدراسیون بودم که مدت چند سال و بعد از او آمدیم به صفت سرپرست فدراسیون در سال 2015 تا 2017. بعد هم همه طور پیش رفته باز هم به صفت مشاور، باز بار دوم هم یک سال به صفت سرپرست فدراسیون، باز این بار به صفت معاون سکرتر جنرال. هر جایی را که برم تعیین کردن کار کردیم و میخوایم کار بکنم و یک افتخار به ورزش به وطن خود داشته باشم. بسیار خوب. اما جناب نوری صاحب، چطور شما هر بار که سرپرست معرفی شدید اجگاه مزه ریاست نچشیدید که مستقیم مکتوب بیاید که شما رئیس فدراسیون والیبال افغانستان است؟ همه برد فدراسیون ملی والیبال افغانستان، حتی کمیته ملی المپیک، دقیق مهم استعفا میکردم، راضی نبودن. اما ما میخواهیم کار بکنم، کسایی که از مکده خوبتر اونها کار میکنن و پوستای بلند کار بکنن و ما هم بتانم به هر جایی که باشه کار بکنم که بتانم تیم والیبال خود را همراهی بکنم، ورزشکارای خود را
که تا خوبتر اگر در ریاست می بودم شاید امروز به این سفرهایی که داشتم به صفت مدیری تیم باز نمی تونستم برم. اما کسان استن که خوب ریاست را مدیریت می کنن، ما ریاست را هم خوب مدیریت کردیم در دو دوره که بوده، هم کوشش کردیم که به ورزش خدمت کنیم. تنها ما نمی خواهیم که ریاست بکنم، اگر ریاست بوده، اگر هر آن چیزی که در ورزش بوده هم کار خوب بود. بسیار خوب. از لابلای صحبتایتان پیدا کردم که شما سفر رفتن و تیاره و خارجی یه پار زیاد دوست دارین دیگه. با وجود از این سفرهای شخصی زیادتر میرم از رسمی کردم. از رسمی کردم چون شرکت شخصی دارم، تجارت دارم. میایم سر تجارت تانم، سر کاربار تانم و از سفرهای تانم، از لب بیوچی که میرین، از مدن فیلم ها و دیگان سریال ها دیدیم، بسیار مقبول است. شما حتما از نزدیک هم دیدین همون چتری که است و اوی طرف یک گیلاسک جوس و اوی طرف هم هوای بسیار مناسب. چطور نویسه؟ والا خوب است رامکی صاحب محترم. انشالله که شما هم سفرهای شاید داشته باشین، اگر نرفته انشالله که در آین نبرین. ما اگر رفتیم با می جمع ورزشکارا زیادتر به می جای ها رفتیم که بتانیم که کلگی هم لذت ببرن، خوب باشن انشالله. بسیار خوب. بیاین اول در مورد این که در مورد مسابقات زون مرکز آسیا برای بیندای ما کم معلومات بتین. افغانستان در این بازی ها سوم شد. آیا انتظار از تیم ملی همی بود که سوم شد و یا هم انتظار شما بالاتر بود که برن مقام دوم اول و پیش برن قهرمان شوند؟ ما اگر اجازه میدین که از شروع یک کم روشنی پردازم. بفرمایید. بعد از تحولاتی که آمد، امارت اسلامی آمد، ما یک جام کابل را برگزار کردم که سرپرست بودم. خب، او زمان سرپرست بودم. سرپرست بودم. زمانی که با اول سخنرانی ما کردم و تعقیبش رئیس های تربیت بدنی نظر محمد مطمئن، انجینر سید نظر محمد مطمئن صحبت کرد. من در جریان صحبت های خود گفتم که اولین دوره لیگ در دوره جمهوریت برگزار شده بود، دومین دوره لیگ را ما میخواهیم برگزار بکنیم. بعد از اینکه پایین شدم، از آمدیم افتتاح کردیم مسابقه را، برای ما گفتن که فکر میکنم که میخوایی بکل همکارا همه کادر کلیگی بیرون رفتن، چطور میتونیم که ما شما ای را با او رقم بزرگی شیره برگ توکل به الله. چند ماه بعدش ما بعد از اینکه مسابقات ولایتی خود را تمام کردیم، لیگ را برگزار کردیم، در باز هم در لیگ ما استعفا کرده بودم. سید رحیم سادات به صفت رئیس فدراسیون والیبال معرفی کردیم، به صفت این آمدم باز هم ما سخنرانی را باز هم ما کردم و لیگ والیبال افغانستان. همینجا ما در جریان سخنرانی خود باز اولین حرف می بود که دستاورد داشته باشیم از مسابقات بیرون مرزی خود. همکارای ما گفتن که پول نداریم، همه نداریم. گفتم یادتان اگر باشه ما براتان گفته بودم که لیگ را برگزار میکنیم. لیگ را برگزار کردیم و بتونیم مسابقه بیرون مرزی خود را داشته باشیم. در جریان لیگ بدیم که آقای یوسف صادق یک مربی خیلی موفق، مدرس خوب و همکاران دیگه ما که مثل ملکزای صاحب پوپالزای صاحب حاجی صاحب مشتاق و همه در بیرون هستن و داخلی که استاد فهیم و پیمان صاحب، برای ما گفتن که این امکان داره. یک وقت که از پاکستان برای ما زنگ زدن که اگر زون مسابقات زون است شما اشتراک بکنید. ما گفتیم اشتراک میکنیم، مگر پول نداریم اگر شما مصارف ما را بدید. اینال همین مسئله پول که شد، دوستا باید یک وقفه را ببینن، باز دوباره بر میگردیم در مورد پول خواد پرداختیم که آیا پاکستان کمکتان کرد یا شما از جیب شخصیتان پول پرداختین. درست است جناب نویسه؟ وقفه را میبینیم عزیزایم، پس از دیدن وقفه دوباره زود بر میگردیم. جای دیگه نرین، بخیر باشون. خوش آمدین، تشکر، بخیر باشین. رفیقایی که در استودیو هستن، تشکر از همتان و یک تشکری خاص از اپی ماسیف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر شما خسته هستین، مانده هستین، زله هستین، به خاطر رفع خستگیتان اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین. واقعا جادو میکنه. جناب
نوری صاحب در کنارتان انرژی کس مربوط شماست. دلتان می نوشه، دلتان می برد. رو اختیار دارید. انشاءالله وقت زیاد داریم. خب. آها. من خسته شدم، باید می نوشیدم. خب نوری صاحب، بالاخره پولا وقت که ایمیل کردن که بیاین مسابقات زون است و شما هم لبای گفتید، پول روان کردن، پول کمک کردن؟ نه، پول کمک نکردن، اما گفتن ما برای شما مصارف هتلتان را، چیزی که مصارف میشه به مسابقه، اول جون مسابقه به اسلام آباد، بعدا چند شد به لاهور، گفت ما قبول میکنیم و قبول کردن و به این مسابقات رفتیم. ما تیم افغانستان خیلی خوب درخشید، اما دستاورد که اگر بگویم اول دوم شد، نشد که آقای سبون وردک کاپیتان تیم ملی والیبال افغانستان که در اینجا هم از جمع بهترین والیبالرای تورنمنت یا از جام معرفی شد، برگشتیم از اونجا و دوباره به کشور ما بود که آقای یوسف صادق و ملک زای صاحب تماس گرفتن که یک مسابقه چی از چهار جانبه در کشور مالدیف است. مالدیف به به چی کشور زیباست. باز هم بر... سرچ کنید ببینید زیباست. باز هم برشون گفتم اگر ما پول نداریم، اگر در قسمت که اونا مصارف ما را بپردازن، ما میتونیم که بیتر به اینجا اشتراک بکنیم. یک رقم در مفت میچلن نوری صاحبشان. هر جای پول نداریم بیادر، اگر پول میتونیم میاییم. خب. بالاخره به اینجا که رفتیم، مالدیف تقریبا 28 هزار دلار بر تیم افغانستان کمک کردن که بعد در قسمت تکتشان و در یواشوی باتشان در قسمت هتل اینجا که رفتیم، خیلی تیم افغانستان خیلی خوب درخشید که هم کشور سنگاپور، هم کشور میزبان مالدیف و هم مالزیا را هر سی شپای هم شکست دادن و دو بار آقای سبون وردک بهترین بازیکن شد، یک بار زهیر آصفی که همگی و بدبختانه که در قسمت مسابقه چهارم که می کردیم در مقابل سنگاپور شکست خورد تیم افغانستان، بار دوم که مسابقه کردیم آمدیم با یک دست پر به افغانستان برگشتیم. مسابقه بعدیش البته که ما با رئیس تربیت بدنی صحبت کردیم، گفت یک قسمت مصارف را میتیم، مسابقات آسیایی بود به کشور ایران به شهر ارومیه که تیم افغانستان هم در اینجا حضور بیافه و حضور یافت. در این مسابقات البته هم رفتیم که تیم افغانستان را به نام خاورمیانه نام گذاشتن، چون در مقابل قطر، در مقابل هندستان بسیار مسابقه خوب ماند، اما کشور بنگلادش شکست داد و افغانستان حائز مقام 14 را گرفت و در رنکینگ جهانی در همین جا بودیم که اعلان شد که افغانستان تیمش صعود کرده، تیم والیبال افغانستان صعود کرده از 79 که در دوره جمهوریت بود به 64 صعود کرده و در دوره جمهوریت به 34 آسیا بودیم به 15 آسیا صعود کرده. خواه بسیار خوب جناب نوری صاحب، این وضعیت به پولی تا نتا در صفات اجتماعی هم درس کرده. بله. و اونا هم شما را آرام نگذاشتن، هر کس انتقادات خود را دارن. تصاویر در صفات اجتماعی دست به دست میشه که تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات زون مرکز آسیا در شرایط کاملا نامناسب به سر میبرد و تمریناتشان هم در یک جمنازیم تخریب شده و توپای خراب انجام میشد. حتی در تصاویر دیده میشد که خزندگان چون چلپاسه هم در تمریناتشان حضور داشتن. متاسفانه میشه بیشتر در مورد وضعیت پیش آمده صحبت کنید؟ آیا بیپولیتان سبب این ناکارایی شده یا هم کسان نیستند که در این قسمت مدیریت کنند، درست کنند، جمع کنند، جور کنند؟ این خوشاید خود در پول گزاف هم نیاز نداشته باشه که حال یک کشور بیاید کمک کنه که یک جمنازی هم یک سمت مقبول، یک فرش مقبول، یک توب مقبول برش بخرین، یک جال مقبول برش جور کنین. بازی هم در سریلانکا که بود. بسیار جای خوب را اشاره کردین، چون قبل از این تیم رفته بود به کشور چین بازی‌های آسیایی. ما اول به مو پلانی که داشتیم که به چین اگر قرنطین شوه، چون کشور چین و شهر آنزو همه جمنازیم‌هایش بگوییم مصروف مسابقات مختلف بودن، چی تیکواندو چی تنیس هر چیزی بودن،
اما کشور چین قبول نکرد که ما بتونیم صرف گفت براتون جیم براتون در اختیارتون داریم، اما سالونه که برای تمرینتون باشه نمیتونیم. و قبلا ما صحبت کرده بودیم با چون پول مسابقات سریلانکا از بودیجی FABB بر ما پرداخته شده بود، اما با باید تاریخ افت به کشور سریلانکا میرفتیم، اما با اینقدر پول زیادی نداشتیم که از چین باز افغانستان میمدیم دوباره میرفتیم سریلانکا. اما از طرف رئیس زون برای ما مبلغ پول پرداخت شده بود و کشور سریلانکا که تیم با اونجا قرنطینه شود. و زمانی که تیم با اونجا میرن اینطور نبوده که ما از بی پولی جمنازیم را گرفته باشیم یا از بی پولی به این هتل بوده باشیم. اگر شما به کشور پاکستان یا کشور هندستان به هر چیز یمی خزنده ها به هر سو نشست، حتی که ما به مسجد سریلانکا که بسیار چی بود این چیزها را ما دیدیم، حتی بسیار پاک و منظم بود، با هتل که رفتیم که چند ستاره بود بعضی چیزها دیده میشه. اما بعضی ورزشکارای ما که بگیم یک چیز اشتباه کردن یا گفتن، اما این چیزی نبود، جمعوزیمشون درست است درست نبود، ما برشان گفتیم براتون پول میدیم، اما نمیفهم که فدراسیون سریلانکا حراسی که داشت از تیم افغانستان به کولمبو انتقال نمیدادن چند روزه وعده میکردن، هر روز برای ما کیمیل میکردن میگفتن فردا ما انتقال میدیم فردا، اما فردای شش روز که نبودن یه طور نبوده که هتلشون، ما رفتم یک چند ساعته که به حساب چون من یک سفر دیگه به طرف چین داشتم چند روز بعد به صفت مدیری تیم که میرفتم، ما تاریخ افت به چی رسیدم سریلانکا. هتل چیزی نبود که قدر بوده باشه، اما غذایی که به حساب اونا ترتیب کرده بودن خودشان یک ذره به رقم غذایی که برای خود ترتیب میکردن برای از اینا هم ترتیب کرده بودن. با جمنازیمشان جمنازیم محلی بوده، در اون شهر جمنازیم میگفت نداریم، جمنازیم قصدی اگر کردن کار خود فدراسیون سریلانکا بود، نه افغانستان که به حساب دی کوتاهی کرده باشه. اگر ما کوتاهی میکردیم گفتیم با وجودی که پول نداریم میتونیم با سفرهای شش سفر پشت هم فدراسیون ملی والیبال افغانستان انجام داده، که از شروع براتون گفتم که ما کدام پول اضافه نداشتیم، اما برای از این پول ما داده بودیم که برای هتل خوب داده بودیم، برای جمنازیم خوب داده بودیم، اما ناجوانی کردن در کل فدراسیون سریلانکا. فدراسیون سریلانکا در این مورد تشکر جناب نوری صاحب. حال یک وقفه بسیار کوتاه را با هم دیگه یک جا تماشا میکنیم، پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. جای دیگه نرین دوستا، قصای زیاد دیگه همراه جناب نوری صاحب داریم. وقفه. خوش آمدین. تشکر میکنم از تمام شما، از عزیزانی که همیشه وقت تشویق کردین، حمایت کردین، با برنامه‌های مختلف که اجرا کردیم در طلوع با ما بودین. خانه تک تک تان آباد، هیچگاه ای رفاقت، یاری و همراهیتان فراموش نمیکنم. حال بخش که باید تصاویر بسیار زیبا از جناب نوری صاحب داریم آماده است، بیاین عکسای است که به شما نشان میدیم، در مورد عکس ها صحبت کنین، خاطرات تان، عکسایی که از این تصاویر دارین با ما شریک کنین. درست است جناب نوری صاحب؟ اولین عکس 30 سال پیش بوده باشه، احتمالاً از 19 سال پیش. 19 سال پیش، به خاطر که بسیار وزنتان کمتر بوده در اون تصویر، این از چی زمان بوده؟ کم در مورد این روز و روزگار بر ما معلومات بدین جناب نوری صاحب. آروسی برادرم بود، در یکی از هتل‌های کابل بود، ما عکس گرفته بودم، آروسی برادر بزرگ ما. خب نام خدا، نام خدا، بسیار خوب. عکس بعدی؟ یک عکس البته در کشور مالدیو بود که ما در وزیر ورزش مالدیو ما یک نو سپاس جور کرده بودیم افغانستان که برازو تقدیم کردیم. خب باز به وزیرش رسید؟ به وزیرش؟ وزیرش بله. کجا است وزیرش؟ وزیرش به مالدیو بود دیگه. خب اونا در خانه مالدیو همونجا باشند. خب برای دوستا دادین که برشان برسید. نه خود ما همونجا بودیم به مسابقاتی که بودیم به مالدیو. ای عکس که بعد از شما یک کپ هم است، تورنمنت که فعلا به کشور سریلانکا بود که جام سیومی را گرفتیم و در تقریبا چند روز قبل.
خب چند روز قبل چهره تان کاملا متفاوت است، چهره که آل در اینجا حضور دارین و چهره که در عکس هستین. بعض از افراد است که تصاویرش با حضوری تفاوت میکنه. تفاوت میکنه. راستی ببخشین اینجا پتلون و بلوز بر تن دارین. یک برتری. عکس بعدی این در سال 2015 بود، اولین بار که افغانستان صاحب مدال شد. استاد یوسف سرمربی تیم بود، ما همراهش بودم به کشور بنگلادش که حائز مقام سیم اولین کپ افغانستان بود و این دومین کپش بود که باز هم در اردوش ما حضور داشت. نام خدا، بسیار خوب. همین ورزشکارای والیبال باید قدای بلند داشته باشند، درست؟ بله دارن انشاءالله. دارن. بسیار خوب. خیلی. عکس بعدی. بعدی در سال 2015 بود هم به صفت سرپرست فدراسیون معرفی شده بودم. با فدراسیون جهانی، فدراسیون عربستان، کویت و پاکستان که کنگرسش بود در شهر ریاض عربستان البته. شخصی که لباس عربی بر تن داره رئیس فدراسیون عربستان بود و پلوی فدراسیون با پلوی رئیس جهانی که با طرف دست چپش هست، او از رئیس کویت بود. اونا نمو رسم و عنانات خود را دارن که با لباس محلی میرن به طرف مسابقات که میبینند و تماشا میکنند، مدیرهایشان البته. و یکس البته به کشور پاکستان بود که رئیس پاکستان است، چودری رئیس فدراسیون ملی والیبال پاکستان و مسعود یزدانپناه که سرکم مسابقات که همیش در مسابقات زون مرکز و حتی به مسابقات آسیایی می باشه که همراه از او یک جا بودیم به کشور پاکستان. همراهشان رفیق شدین؟ رفیق هستیم. رفیق هستیم؟ که ما یک ویزه کار دارم که حداقل به نام ورزشکار گفته یک ویزه بتن بر ما. انشاءالله میکنیم، همکاری خواد کردیم. میشه؟ دوست توان. شوخی کردیم. و یک سم که مرتبط به شماست. بله، به امو جلسه که به شهر ریاض بود که نمایندگی از افغانستان میکردم در سال 2015. ای عکس چیزا مون میام نمود سال 2015 بود با اعضای فدراسیون هند بود که امونجا اینا هم حضور داشتن، ما هم حضور داشتن. 2015. تشکر، تمام شد عکس ها و آل بیایم به زندگی شخصی شما، موارد دیگه را که باید ما و بیندای ما بفهمیم از شما بپرسیم. میشه از دوران نوجوانیتان صحبت کنین، قصه کنین که در چگونه فامیل شما به دنیا آمدین و مفکوره والیبالیست از کجا در ذهن شما خطور کرد، چطور رفتید به طرف والیبال، حقا ورزش های دیگر هم ماندید. امروز ورزش ممی بسیار در افغانستان رشد کرده و بسیار سرزبان هاست، ورزش فوتبال بسیار رشد کرده، ورزش کرکت بسیار رشد کرده، اما والیبال در رده های عقبتر است. اما چطور خواستین که والیبالیست شوید؟ در شروعی که البته بودم در چون در کابل همراه با یک برادر بزرگ ما را تقریبا چند سال قبل از دست دادیم. اولین برادر ما که فعلا هم برادر بزرگ ماست، محمد یوسف نوری، یکی از بوکسران معروف افغانستان بودن، بوکس میکرد. اما برادر دیگه ما هم والیبال میکردن، برادر سومی ما هم فوتبال میکردن که در یک تیمای کابل بودن، برادر خورد ما که فعلا سرمربی تیم ملی والیبال افغانستان هم فعلا هست و قبلا بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان بود. چون از شروع با می یک توپ بسیار خرد داشتی، با این یک جا ما با می توپ یک چیره بسته می کردیم، در خانه تنها می بودیم، با می والیبال می کردیم. با می شرق علاقه که داشتیم البته نسبتا اگرچه که با یک برادر فوتبالر و یکی بوکسر، این برادر من در شروع البته پهلوان بود در دوره قبل اول امارت، در 14 سال قهرمان هم شد در وزن 42 کیلوگرام در بخش پهلوانی. بعد از دست شاسی بیدید، باز برش توصیه کردیم که یا فوتبال بکن یا والیبال بکن دیگه. چون یک تیم که البته ما در خیرخانه کابل زندگی میکردیم ناحیه 11،
بعدن بعد از در سال 1372 به خیرخانه نقل و مکان کردیم از نایی 8. در اینجا چون زیاد والیبال بود، همه بازیکنهای والیبال دیگه ساحات کابل جنگ بود، همه کلگی به اینجا جمع نشده بودن و امکانات والیبال زیاد بود. بازی اینجا یک میدان والیبال جور کردیم و بالاخره یک تیم جور کردیم، به مسابقات رسمی اشتراک کردیم و و می چیزایی که بالاخره پیش آمد و یک روز فکر می کردم که من شاید در فدراسیون والیبال اگر راه بیافتم، بالاخره به فدراسیون والیبال راه بیافتم و به صفت اول به صفت مربی تیم خود بودم و بالاخره حتی به ریاست رفتیم. اما از اون شوق علاقه که بودم چون والیبال من خوش داشتم. خب از مزاق مزاق شروع کردیم، بیکار بودیم، گفتی چی کنیم، بیاین والیبال کنیم، در اون سمت هم والیبال، والیبال بالاخره آیستا بالاخره ریاست هم بدست آوردیم، ریاست والیبال رفتیم، افتخارات والیبال هم نصیب ما شد. بسیار خوب، وقفه بسیار کوتاه را پس از دیدن وقفه دوباره که برگشتیم به خیر در مورد تحصیلات و موضوعات شخصی جناب نوری صاحب سخن خواهد گفت. خوش آمدین و شما طلوع را بینده هستین. یک سلام مجدد دارم به دوستایی که جدیدن یک جا شدن همراه ما و برنامه سراچه را تماشا دارن. من فرهاد رامکی هستم. جناب نوری معاون سکرتر جنرال والیبال افغانستان همچنان همراه ما هستن. خب نوری صاحب از تحصیلاتتان قصه کنین. آیا مکتب رفتید، بعد از او پنتون خواندید، بعد از او چی کردید، خودتان بگوین؟ مکتب را خواندیم، فارغ صنف 12 هستم، از لیسه عالی نادریه فارغ شدیم، اما پانتون نخواندیم. بعد از این نظر به شرایط رو که بگوییم مصروف بعض کارهای خرد شدیم، بالاخره به مصروف کاروبار تجارت شدیم. همون رقم که به والیبال از بسیار خرد دادم و توپی بسیار پلاستیکی خرد شروع کرده بودیم تا بالاخره به ریاست رسیدیم، در تجارت هم همینطور آهسته آهسته شروع کردیم. در دوران امارت قبلی که البته بود شروع کرده بودم، بعدا به دوره جمهوریت، بالاخره به وسایل ورزش البته که یک فروشگاهی را جور کردیم. اولا در قسمت سه شریک بودیم، بعدا باز به تنها یک فروشگاه داریم، تا فعلا هم هست، و یک شرکت لوجستیکی و تجارتی دارم و یک شرکت تولیدی هم جور کردیم و تجارت خود را از اون بسیار پایین شروع کرده با تمامی می برادرها، البته که هستیم پنج برادرها هستیم، همکاری همش با مشوری همشون خیلی خوب نظر دادن، خوب کار کردیم. بالاخره با وسایل ورزش کتار از توپ پینگ پانگ شروع تا ماشین دوش، بالاخره وارد افغانستان کردیم و به تجارتش ادامه دادیم تا فعلا هم ادامه داره. بسیار خوب، بسیار خوب. شما اکثر عمرتان را وقف والیبال افغانستان کردید و در این را بیشتر علاقمند بودین که پیش برین. جایگاه و تعریف شما از والیبال چیست جناب نوری صاحب؟ والیبال یک ورزش خیلی خوبی هست که همگی در قرا و قصبات افغانستان میتونن والیبال بکنن، اما زمانی که والیبال به سیستم جدید آمد در سال دو، تقریبا در سال 1996 فکر میکنم که سیستم والیبال تغییر کرد. جای برای ما که البته ما قبلا در فدراسیون نبودیم، که در سال 2010 عضویت فدراسیون را گرفتیم. تا سال 2011 فدراسیون والیبال غیر معیاری بود تقریبا. به سفر 2011 البته تیم ملی والیبال افغانستان به کشور اندونزیا سفر کرده بودند. والیبال افغانستان کاملا متفاوت بود با تمامی دنیا چون از قوانین آگاه نبودند. اما فعلا هم در افغانستان یک بار به خاطر اشاره کردم که در تمامی افغانستان والیبال متفاوت هست، والیبال هست
شاید به هزارها والیبال هر در سراسر افغانستان به علاقمند داشته باشه والیبال میکنن. ما به هر جایی که رفتیم به سفرهای ولایتی به اکثر ولایتی که رفتیم بسیار علاقه دارن، اما والیبالشان متفاوت است. وقتی که تا ما تقریبا تونستیم دو کمپ تمرینی را برگزار بکنیم، اونا که اینجا میاین بیخی همون والیبال که یاد دارن از پیششان میره. اگر والیبال ما بتونیم پول داشته باشیم، مسلکی بسازیم، والیبال افغانستان شاید در بسیار کشورها را زودتر مشکست بتیم و تا قهرمان مرکز آسیا و جنوب آسیا و میشیم و تا از آسیا هم میشه افغانستان و پیشتر هم بره، چون والیبال افغانستان در نقطه نقطه‌ای که فعلا روان هست مسلکی نیست و قبلا اگر بگویم امنیت نبود برازی پول هم کار است، در پولوی امنیت پول هم کار است که باید والیبال افغانستان بسیار والیبال دوست داره مردم افغانستان و در فدراسیون جهانیش هم پول نداره مثل فوتبال و مثل کرکت واره که فدراسیون افغانستان را حمایت بکنه و این یک زودترین فرصت وقت بیافه. والیبال بسیار یک ورزش خوبی هست بسیار. که میتونه هر کسی که به خصوص قد بلندی که داشته باشن خیلی خوب نتیجه بگیره. با معذرت، بسیار خوب. در کدام سال به اصطلاح بزرگان ایمان خود را کامل کردید؟ انشالله که چند سال قبل. خب منظور ما گرفتید چی زمان ازدواج کردین؟ میخوایم بدانم. یک ده سال قبل. ده سال. در حال حاضر چند سال عمر دارید؟ فعلا ما دو سن دارم فعلا که یک چیز بکنم. خانمار دیده بودیم که دو سن داشته باشن. عمر تون تعیین میگم. یک سنی که برای افراد اشخاص میپرسن و یک سن دیگه یک سن واقعیشان است. سنی که در پاسپورت. مردوش از این خاطر تعریف میکنم. خب. ما زمان پاسپورت میگرفتم به خاطر تجارت میرفتم. سن ما بود 25 سال. برای ما گفت که 25 سال از طرف دولت مکتوب اومده که برای تو پاسپورت نمیده. رای حلش چیست؟ گفت در پاسپورت 31 سال نوشته میکنم. در غیر اون طرف پاسپورت نمیده. گفتم راه داره؟ گفت من میگه خدر همکاری را میکنم، میفهم تجارت داری؟ همین کار را کت میکنم. چون امیرم هم مامور پلیسی که بود خیلی خوب همکاری کردن، اما فعلا ما با اون پاسپورت سن چیز تقریبا با 47 است، اما سن چیزیم تقریبا با 52. در کنار والیبال گفتید تجارت هم میکنین و تجارت هم از مزاق شروع کردید یا نه تجارت براستی از میراثی برتان مانده بود از سالهای قبل؟ نه، تجارت الله پدر ما را ایمان نصیب کرده باشه با جمله گذاشته های اهل اسلام، چون یک ما را خیلی چی میکرد میفت کوشش بکنین بجای کار بکنین که پول به منه رسته که او غیر چیز باشه، حرام باشه خلاص باشه. خواه 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 میفتیم چی کار کنیم؟ پدر میگفت کار بکنین که با یکی به کس آسیب نرسه و پول مردم بخوانی منه بیایه که هیچ وقتی ما مجبورن به می چیزی را که فکر کردیم باید ما و کار بکنیم که تجارت باشه. تشکر. وقفه داریم بخش پایانی برنامه را، همچنان فراموش نکنین همراه ما باشین. چند سوال کلیدی دیگه هم مانده که از جناب نوری صاحب میپرسیم. وقفه. بخش پایانی برنامه است و در کنار جناب نوری صاحب و همچنان آقای سبان وردک کپیتان تیم ملی والیبال افغانستان قرار گرفت تا در مورد وضعیت ورزشکارا و ورزش والیبال از جناب وردک صاحب هم زیاد بدانیم بفهمیم. سلام وردک صاحب، خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه آمدین. سلام به شما بیننده‌های عزیز برنامه سراچه، زنده باشین. بخیر باشین وردک صاحب. نام خدا که می آمدین ما به فکرم ورزشکار والیبال افتیدم، گفتم که یکی از معیارات قد بلند است. نام خدا قد شما هم بلند است، چی مدت زمان میشه کپیتان هستین؟ قبلا حتما عضویت تیم ملی والیبال افغانستان داشتید. من در سال 2020 عضویت تیم ملی والیبال کسب کردم که امسال ما فدراسیون مرا کپیتان اعلان کرد و در سه سفر گذشته کپیتان بودم.
نام خدا دستاوردام خود طبیعتاً مدیریت کپیتانم بسیار مهم است در مسابقات و دستاوردهای خوب داشتین برتون تبریک باشه. همین یک ورزشکار از نظر شما کپیتانم هستین، عضو تیم ملی والیبال هم هستین، کدام معیارات را باید داشته باشه که بتونه بیایه بخیر به طرف والیبال افغانستان؟ در عموم که شما هم یادآور شدین، قد بسیار مهم است در ورزش والیبال و یک ورزشکار که کل ما میدانیم استراحت کامل، تمرینات منظم، یک زندگی با تقسیم اوقات داشته باشه تا یک ورزشکار خوب باشه و بتانه در تیم ملی بازی کنه. ذهنم بسیار مهم است که ذهن آرام باشه و بتانیم از ذهن خود زیاد کار بگیریم و همون لحظه که بازی میکنیم متوجه باشیم که چی میکنیم، پوزیشن ما کجاست و کدام کار را باید انجام بدیم. بله، چون ذهن وقتی آماده نمی باشه تقریبا انسان 50% انرژی خود از دست میده، یا زیر استرس باشد جریان بازی و ذهن آماده نباشه نمیتونه بازی کنه. در یک تیم چند نفر است بازی میکنه در مسابقات که میرین؟ یک طرف که حداقل مربوط تیم میشه در جریان بازی 7 نفر بازی میکنه که 6 نفر در میدان است، یک نفر هم ریزرف و هر بازیکن از خود یک ریزرف خود داره که اگر خدا نکرده اوگار شوه و یا بازی نتونه که چند شوه و ریزرف داشته باشه. بسیار خوب. نوری صاحب بزرگوار، بیاین از تجارت هم کمی طرفتر میایم در مورد جمنازیم های استاندارد افغانستان. مشخصا ما چند جمنازیم به خاطر والیبال در افغانستان مشخصا در کابل داریم و چی باید چوه که بیشتر تیم رشد کنه و بیشتر دستاورد داشته باشه؟ جمنازیم در کابل شاید خیلی زیاد باشه، اما جمنازیم استاندارد که ما بگویم استاندارد، اگر از هر نگاه شاید بگویم که ما انتقاد نمی کنم، یک پیشنهاد است به تربیت بدنی و به همه. جمنازیم استاندارد ما هیچ نداریم در افغانستان. هیچ نداریم؟ هیچ نداریم جمنازیم استاندارد. که باز جمنازیم استاندارد اگر ما برم به چیزهای هست که خیلی به او فرق میکنه، وقت گیرم از زمان گیرم از وقت شما رو خواد گرفت. هر زمانی که جور شده جمنازیم های افغانستان فکر میکنم که با انجینیرهای خوب مشوره نشده، چون جمنازیم استاندارد باید فرش استاندارد داشته باشه. در افغانستان یک فرش استاندارد است که باز ما از خود صفت نکنم، تنها فرشی که به سالون ورزش خودم هست استاندارد است. خب ما گفتم از این لحظه که آمدن نوری صاحب زیاد نور استاندارد ها را بیان میکنم به خاطر که وسایل خودشان هم دارن، وسایل ورزشی میخواه که دولت از پیش خودشان خریداری کنه. اما جمنازیم هایی که در جمنازیم 2500 نفری که در تربیت بدنی جمنازیم خوبی هست، ما همین لیگ خودم که برگزار کردیم و همین جبل دوباره که برگزار خوب یک سالون کلان داره برگزار. سالون کلان است، اما بعضی چیزهایی که کم بود هست باید تو پورش شوه. از نگاه آب و هوایش که در سیستم گرما و سردی باید کنترل شوه، چون ما اگر در مسابقاتی که در فعلا مثال اگر همین لیگ برگزار میکنیم کنترل آب و هوای یک ذره مشکل است برای ما، چون باید چیزای اسی ها چی داشته باشه، گرم کن و سرد کن داشته باشه که هم از نگاه استاندارد ایده جمع چی استاندارد می جمنازیم باید باشه. و سالون ها به حساب بر سالون ورزش یا جمنازیم به حساب برای تعویض تبدیل لباس اتاق های مشخص داشته باشه و همچنان که فعلا نداره. فعلا اگر دارن چون تربیت بدنی و چیز زیاد داره و ما با این رشته تقریبا 54 فدراسیون و 2 جمنازیم در ساحه خود تربیت بدنی هست، مشکلات زیادی را داره. گرچه که ما در لیگ قبل اولی که ما برگزار کردیم فرش تقریبا بگویم استاندارد ساختیم، سر فرش دیگه فرش را انداختیم که فرش قبلیش البته که توسط شرکتی که ساخته شده بود فرش استاندارد نبود، نمیتونست که یک ورزشکار خود به خصوص والیبال که با چیزی که با آلت مسابقه‌ای که دارن
از جان شاسیب میدید. ما این را تانستیم که با همکارای خود و همکاری رئیس تربیت بدنی وقت تانستن که همکاری کردن، یک پول دوباره پس مصرف کردن، اینجا جور شد. فرش شایستن یک کم استاندرد ساخته. یک کم استاندرد است، اما استاندرد اصلی نیست. خواجه مزموع افغانستان در مجموع استاندرد نیست. یقینا. بیاین که از وردک صاحب بپرسیم، بخاطر که از درد دل ورزشکار چیز، از دل کلگی هم میای، هم اگی رفیقایش هست و هم تیمیایش هست، مشکل جدی و عمده که بازیکنهای تیم والیبال افغانستان دارن چیست؟ مشکل جدی که در افغانستان کل ما میفهم امکانات است که ما امکانات و وسایل ورزشی ما درست نداریم که ما تمرین کنیم و نقطه ضعفی که ما در جریان بازی میبینیم و داریم همو جور شوه و او با خیلی امکانات استاندارد ضرورت داره. گاهی وقت هم با مسئولین و بزرگایی که در کمیته ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی و فدراسیون والیبال است صحبت کردین، گفتین؟ بله، اول خودشان این موضوعات را میبینن با چشم سر دیگه. کل بازی ها لایف نشر میشه و تمرینات ما در رسانه است و ما خودمون گفتیم خب شرایط افغانستان است دیگه. انمی میسازیم دیگه، چاره میکنیم، چطور کنیم؟ حتما دیگه در میادین بین‌المللی، میادین کلان که میرین با بیشترین وسایلشان ناشنا میباشین دیگه، اصلا به شما وسایل شاید قدر آشنا نباشد. او چیزهایی که در جریان بازی است با او آشنا هستیم، مثلا تو پس شاید روزه اصلی تر شاید باشه کمه منظمتر. شاید یک دو روز سه روز در سالون نابلدی کنیم، باز در تمرینات جریان تمرین جور میشیم. اما بعضی وسایل دیگه است که ما نداریم. مثلا ما ماشین سرویس نداریم که ما سرویس دریافت در اینجا تمرین کنیم و ما دائم که ضربه دیدیم و پوینت ها را میبازیم از امی ناحیه است که مثلا ما سرویس خود ما میزنیم سرعتش کم میباشه. بازیکن های خارج خیلی سرویز های پرقدرت میزنه که ما به ماشین ضرورت داریم که در ماشین تمرین کنیم تا با سرویز های از او آماده باشیم. آماده باشین. در کنارش یک زمان ما میشنیدیم میگفتن که ورزشکار تیم ملی یک مقدار معاش دریافت میکنه از طرف کمیته ملی المپیک ریاست ریاست تربیت بدنی. فکر میکنم زمان 1000 افغانی ماهانه میگرفتن اصریه گفته. حال موضوعات است؟ در حکومت قبلی که ما ماهانه 1000 افغانی معاش داشتیم، دوم ما به ما نمی آمد. خب شش ماه بعد، یک سال بعد می آمد. نو که امارت اسلامی آمد، سه ماه زمستان ما گرفتیم، 3000 چند افغانی بود؟ 3100 دیگه تمام دیگه نگرفت. تشکر، بخیر باشه، انشاءالله که معاشاتتانم به وقتش برسه. ماون صاحبم تاجر گفتم میشه دیگه، خب باید کمک کنه بازیکنها را. تشکر از اینکه به برنامه آمدین، سپاسگزارتان هستم، بخیر باشین. تشکر از شما که وقت دادین، تشکر از همتان. و یک چیزی بگویم که پیشتر گفتین در مدال که به حساب گرفتین روزی بودین، آقای وردک هم در مسابقه که البته بودیم، از مسابقه اول تا آخر آسیب دیده بود، با میدان حضور نداشت. یکی از دلایلی که ما نتونستیم به مدال طلا و نقره دست بیافیم، یک دلیل شامی بود که آقای وردک هم آسیب دیده بود، مصدوم بود برای مسابقات، نتونسته بود. ان شاء الله که در مسابقات بعدی به خیر حضور داشته باشیم. صحتمند شو و یک استراحت قوی ضرورت داره. تشکر، بخیر باشین وردک صاحب. و یک تشکری خاص از اپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، پس اپی ماسیف انرژی درینک فراموش نکنین. تشکر از شما مخاطبین خوب ما. یک شب ما باید بنوشم. بخیر باشین، زنده باشین. تشکر، تا برنامه بعد هم شما رو به خداوند مسپارم. شاد، موفق، خرم باشین. بدرود.